منابع نزدیک به طالبان میگویند که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای امور صلح افغانستان با عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان دیدار و گفتگو کرده و رایزنی های آقای خلیلزاد با نمایندگان سیاسی طالبان تازه آغاز شده است. به گفته منابع قرار است دفتر سیاسی طالبان جزئیات رایزنی های رهبری این گروه روی کاهش خشونت ها را با زلمه خلیلزاد شریک سازند. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و وقت شما بخیر. به برنامه صلح با من محمد میلاد کمال خوش آمدید. مهمان ما در این برنامه آقای سید جاوید حکیمی، کارشناس ارشد روابط بین الملل هستند و بیشتر صحبت میکنیم پیرامون صلح و آخرین اخباران. آقای حکیمی خیلی خوش آمدین به برنامه. تشکر. نباشید. بس را از اینجا آغاز میکنیم که رایزنی ها وجود داره. چی فکر میکنین رایزنی هایی که وجود داره بین طالبان و یعنی در بخش رهبری طالبان قرار است که امروز و یا هم فردا با آقای خلیلزاد شریک ساخته شود، چقدر میتونه کمک بکنه بر ایجاد آتش بس و چقدر خوشبین به این هستین که این دور گفتگوها بتونه آتش بس را رقم بزنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون افغان. در پروسه صلح افغانستان یک پروسه فعلا دیگه یک پروسه طولانی شده، اما به هر صورت که اگر هر پروسه که طولانی میشه مشکل نیست، اما باید نتیجه مطلوب داشته باشه، یک صلح بیایه که دوامدار باشه. اما اگر جوانب زی دخل که داخل منازع افغانستان وجود داره کل که زیرا ما ارزیابی کنیم، در این موقعیت زمانی فکر کنم که ما حال به یک صلح دائمی نخواد برسیم، خصوصا تنشایی که در بین ایران و امریکا به وجود آمد و با از بین رفتن قاسم سلیمانی جنرال ایرانی در عراق این تنش‌ها به اوج خود رسید و ایران به نحو مختلف شاید اسپایلر یا بازی اسپایلر یا مغرضین پروسه صلح ایفا کنه داخل افغانستان و بتونه، چون نفوذ بسیار زیاد هم داره داخل ایران، اگر خود تاریخ ایران روابط افغانستان و ایران رو ببینیم، در قسمت های مختلف ایران مداخله کرده داخل افغانستان، نه که به نحوی که سرباز خود یا عسکر خود داخل افغانستان روان کرده باشه این رقم نی، اما حمایت های نظامی مالی در زمان های مختلف در داخل افغانستان کرده، در زمانی که شوروی اینجا در داخل افغانستان وجود داشت و خمینی قدرت در داخل ایران گرفت، در اون زمان ایران آمد از مجاهدین حمایت کرد و این مجاهدین به شکل مختلف حمایت کرد تا که شوروی از بین بره و تا زمانی که شوروی از بین رفت، پاکستان و ایران هر دوی از اینا بسیار نقش برازنده بود. با این وضعیت گفتگوهایی که آغاز شده در قطر و منابع هم میگه که آقای خلیلزاد مستقیم گفتگو داره با نماینده های طالبان، آیا منجر به این میشه در چنین شرایطی که ما حداقل یک آتش بس نسبی داشته باشیم؟ آتش بس شاید آتش بس داشته باشیم، ما آتش بس نسبی، اما ببینیم که اگر ما به شکل علمی شون بریم آتش بس ها چند رقم است، یکی تروس است، دیگه سیز فایر است، که تروس اونمو آتش بس کوتاه مدت هم میگه که قبلا اون در داخل افغانستان اتفاق افتاد، اون زمانی بود که 3 روز عید که طالبای ایره تطبیق کنند و شاید هم بار دیگه به این شکل کوتاه مدت اینا آتش بس کنند، اما هدف ما این است که برای دائم اگر ما منازع افغانستان از بین ببریم، باید تمام جوانب زی دخل داخل منازع افغانستان باید دخیل شود، به شمول کسایی که در داخل افغانستان است، در منطقه است و در سطح جهان است. بنابراین اگر یک کشور همسایه افغانستان در پروسه صلح افغانستان مخالفش باشه، فکر نکنه که واسه نمیخواد در چنین وضعیت که قاسم سلیمانی از سوی آمریکا کشته شد، چی فکر میکنین چقدر تاثیر میتونه داشته باشه بر روند صلح افغانستان و آیا منجر به این میشه که این پروسه در آینده ثبوت شود؟ ببینین ایران تلاش خود خواد کرد، اما ما ببینیم که کدام ظرفیت ایران داره که این ثبوت داشت کرده میتونه، یعنی تا یک اندازه شاید ثبوت داشت کرده بتونه، اما کاملا متوقف ساخته نمیتونه، این پروسه را متوقف ساخته نمیتونه. اگر در دراز مدت تاثیر خاص خود داره، میتونه این
پروسه را تنها به عنوان یک موافقت نامه بین امریکا و طالبا تقلیل بده که اگر آتش بس دائمی در داخل افغانستان نبیه. ایران هی توانایی را داره و خصوصا اگر ما بریم گفته های نبیل رئیس امنیت ملی سابقه افغانستان که گفت میشه گفت اگر می توافق از اینا زود نتیجه نده طالبا به سیستم دفاعی دسترسی پیدا کنه. اگر زمانی که طالبا در سیستم دفاع هوایی دسترسی پیدا کنه دیگه باز وضعیت تغییر میخوره، دیگه امریکا و حتی دولت افغانستان نمیتونه در مقابل طالبا. حال چرا ایران کوشش بایی بکنه که یعنی پروسه صلح افغانستان را سبوتاژ بسازه و یا به نوع تلاش بایی بکنه که این پروسه موفق نشه، در حالی که ما شاهد از این هستیم ایران تمایل زیاد به این نداره که امریکا در افغانستان حضور داشته باشه و این پروسه صلح فکر نمی‌کنین که بهترین گزینه ممکن میتونه باشه که امریکا یا خارج شون از افغانستان؟ دو بود است. یک بود بخشی است اگر واقعا امریکا بخواد داخل افغانستان بره و برای و تمام پایگاه نظامی که داخل افغانستان داره ایرا بسته کنه و برای ایرا ایران هم میخواد و ایرا ایران خوشم داره. حتی ایران یک کشورای منطقی، کشورهای بزرگ منطقوی مثل چین، مثل پاکستان، خود ایران و حتی روسیه، این کشورها میخواهد که امریکا از اینجا برایه. اما ببینیم که چقدر امریکا صادق است. زمانی که حمله میشه، زمانی که حمله را که خود امریکا بالای سلیمانی در بغداد میکنه، بعد از این که پارلمان عراق تصویب میکنه که باید نیروهای امریکایی، زمانی که نیروهای امریکایی داخل عراق میباید، دولت عراق باید پول اون پایگاه های نظامی از اون برای دولت عراق بده. پس این تضمین وجود نداره که داخل افغانستان اینمی توقع رو پس امریکا از داخل افغانستان هم بکنه. در داخل افغانستان هم اینمی خلاص... افغانستان قدر در بخش اقتصادی فرصت و زمینه داره که دوباره پول را واپس بسازن؟ شاید عراق هم دفعتن همونقدر توانایی نداشته باشه از ضربه بخوره در اقتصادش. اولچین توافقنامه اصلا صورت نگرفته بین حکومت افغانستان و امریکایا؟ توافقنامه خب ما داریم، توافقنامه امنیتی است بی سی را در ولت در بخش پول نداریم که باید اگر این توافقنامه متوقف میشه یا سبوتاژ میشه دوباره پول واپس داده شه بر امریکا. اگر توافقنامه امریکا را که با خود چین ببینیم با عراق هم ببینیم ات یک موضوع ذکر نشده. اما چرا این موضوع را بیان میکنه امریکا؟ از خاطر که تحت فشار قرار بده که یعنی ما نمیبرایم، ما میباشیم داخل منطقه. داخل افغانستان هم امکانش هست از زمانی که اگر بخوای امریکا برای یا مجبور شود داخل افغانستان برای دولت افغانستان و مردم افغانستان هم محاکم بگیره، بگه که همین پولایی را که ما مصرف کردیم، خصوصا همین پایگاه نظامی را که ما جور کردیم، پول همین پایگاه نظامی را برای ما بدین، ما باید از اون ببراییم. خروج نیروهای امریکایی از عراق، اگر یعنی پایگاهشان که در عراق است اینا خارج شوند از عراق، چقدر احتمال از این وجود داره و چقدر خوشبینی به این وجود داره که این خروج در افغانستان هم صورت بگیره و اگر امریکا با این ذهنیت باشه که از عراق خارج شوه، آیا افغانستان هم در چنین فرصت از دست میده؟ مشکل لایی است که صداقت امریکا را بسیار سخت است که آدم ارزیابی کنه که آیا واقعا صادق است برای بیرون شدن داخل افغانستان یا داخل عراق. در حالتی که برای ترامپ گفت که ما از خاورمیانه و از داخل افغانستان میبریم، اما زمانی که می‌بینیم که پارلمان عراق تصویب میکنه که باید کل تمام نیروهای امریکایی از داخل عراق برایه، یک دم آره فشار میاره که یعنی ما نمی‌برایم. اگر ما را به زور می‌خواین از داخل عراق بکشین، باید پول پایگاه نظامی را بدین. در داخل افغانستان هم هیچ تضمین وجود نداره که امریکایی‌ها را اگر یک روز مجبور بسازن که براین، بویان کمی پول پایگاه ما را بدین. در چنین وضعیت اگر امریکا معتقد به این باشه که در افغانستان حضور داشته باشه، چی فکر میکنین اعتماد طالبان را میتونه به دست بیاره که طالبان یعنی بپذیرن پایگاه نظامی امریکا را در افغانستان و صلح هم رونما شود؟ ببینین زمانی که گفتگوهای خلیلزاد همراه طالبان جریان داشت، جریان یک سال گذشته، تنش‌های مختلف به وجود آمد، اما اصل گپی که داخل از اومیز گفته میشه بسیار کم در بیرون درس کرد، از خاطر که بعض مشکلات دیگر هم میتونه داشته باشه که در نتیجه نرسند. طالبا شاید تا حد آخر تلاش کنن که نیروهای امریکایی مکمل داخل افغانستان برای،
اما در مقابل امریکا منافعش چی باشه اون امور را تعقیب میکنه. او نه در فکر یک گروه مثل طالبان است، نه در فکر دولت مثل افغانستان است، یا حتی در داخل منطقه. او منافع خود سنجیده تصمیم میگیره. همین قدر هم که پروسه صلح امریکا با طالبان دوامدار شد، یکی از دلایلش ایمی مسائل است که طالبان یک بعض موضوعات هم میخواه، امریکا بعض موضوعات دیگر میخواه، و طالبان به نحوهای مختلف از این میترسه که امریکا اگر یک چیز را تعهد میکنه در تعهد خود میباشه یا نه. و بسیار سخت است که یک بر قدرت مثل امریکا را آدم تعهد از او را وابسته به یک کاغذ یا وابسته به گفتگویی که میکنن داشته باشه. در چنین وضعیت چطور طالبان اعتماد بکنن بر امریکا و توافقنامه را امضا کنن؟ ما قبلا هم گفتم مشکل است، به خاطر که اگر خود شاید اگر ترامپ ادامه پیدا میکنه تا 5 سال آینده، همی خود پالیسی خارجی ترامپ که ببینین بسیار متشنج بوده، یک نواخ نبوده، یک تصمیم واقعا دوامدار نگرفته، یک دفعه یک رقم تصمیم میگیره، دیگر دفعه دیگر رقم تصمیم میگیره. مثل چون یک تجارت پیش است، کل مسائل داد و بگیر است، میگه چیزی را میتونم چیزی را میگیرم اینمی رقم، و در نهایتش میخواد که خودش برنده باشه، اگر طرف مقابل بازنده میباشه هم نمیباشه. اگر در زمانی که میبینه که در این قسمت مک ولی باختم زیاد است، از او پروسه خود پس میکشه. در چنین وضعیت کارکردهای را که آقای ترامپ داشته و سیاست را که اونا استفاده کردن در مقابل کشورهای خارجی و مخصوصا در پروسه صلح افغانستان، آیا میتونه بر حیثیت امریکا و حیثیت خود آقای ترامپ ضربه و لطمه بزنه؟ ضربه بسیار خورده ترامپ در مسائل بین الملل، اما چون ابرقدرت جهان است هیچ کس نمیتونه بر روی خود بیاره. اگر این پالیسی خارجی امریکا را در جریان چندین سالی که ترامپ پس ارزیابی کنیم، خود آستاستا گوشه ساخته، از بسیاری مسائل جهانی خود گوشه ساخته و گفته که ما برای ما امریکا اول است، امریکا اولویت داره، دیگه هیچ چیز دیگه مهم نیست. اما زمانی که در پروسه صلح افغانستان داخل می شود، طالبان را می خواهد میز مذاکره بیاره، از اون یک هدف خاص داشت. هدف خاص از این بود که در انتخابات ریاست جمهوری امریکا دوباره انتخاب شود. اما زمانی که میبینه که نتیجه در اینجا نمیته و یا نتیجه مطلوب را که میخواه که به او برسه نمیرسه، باز پروسه دیگر را شروع میکنه که قاسم سلیمانی را از بین میبره، که حداقل خود ترامپ را ادعا کرده بود در سال 2012 یا 2011 ادعا کرده بود که اوباما میخواه یک جنگ دیگر را که در ایران شروع کنه از خاطر که دوباره انتخاب شود. همین گپ خود از این تدبیر یعنی آقای ترامپ با چنین سیاست باور داره که اگر یعنی به خاطر پیروز شدن در انتخابات باید یک جنگ دیگه را با یکی از رقبای امریکا آغاز بکنه. ببینین جنگ شاید جنگ تمام عیار را خود امریکا و خود ترامپ نخواهد. در زمانی که در پالیسی خارجی یک کشور یک چیز دیگه مهم است، اما مفکورای یا افکار عامه رو ما چطور میتونیم تغییر بدیم با نحوهای مختلف. یکی از نحوهایش این است که یک دشمن که داریم یا دشمن ایجاد کنیم تا که ما بتونیم افکار عامه رو بخریم. اما مردم امریکا طرفدار چنین وضعیت نیستن، اونا میخواین که جنگ طولانی که در افغانستان و عراق بوده بالاخره خاتمه پیدا بکنه و تا چشم برای سربازان خود هستند. همواره امریکایی‌ها از سیاست آقای ترامپ انتقاد کردن و گفتن که او یعنی در همون دور اول هم وقتی آقای ترامپ رای برد بیشترین نارایش پیرامون ازی بود که مردم به او اعتماد کرد و آقای ترامپ وعده کرده بود که جنگ امریکا را در خارج از مرز امریکا خاموش می‌سازد. اصلا ترامپ که در پیروزی رسید او یک خاصیت شخصیت از این ملی‌گرایانه داشت و یک تعداد کسایی که داخل خود امریکا هم بود، اما ملی‌گرای خود داخل امریکا برای از اون نشنالست های از اونا برای ترامپ رای دادن. و زمانی که شما میگین درست است، این وعده کرده بود که ما نیروهای خود خارج میکنیم، نیروهای خود کاهش داد، از سوریه کم کرد، از داخل عراق کم کرد، از افغانستان هم در حدود 5000 میگرد کم کرد، بناهن این نیروهای خود کاهش داد، میگه که همون مصارف رکست این رکم میسازم. اما در اینی موقعیت زمانی که خود استیزای ترامپ در داخل امریکا
دوام داشت، او ضرورت به یک جرقه داشت که او جرقه را با کشتن و از بین بردن قاسم سلیمانی به دست آورد. سپاس از شما بینده های عزیز، یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره زود برنامه کردیم. دوباره خوش آمدین بینده های عزیز. آقای حکیمی، چه فکر میکنین با سیاست هایی را که آقای خلیلزاد در پیش گرفته و گفتگوهایی را که به پیش میبره، آیا میشه افغان ها با آتش بس برسن و چقدر احتمال از این وجود داره که این آتش بس جدا از اینکه بین امریکایی ها و طالب ها باشه، بین نیروهای امنیتی افغانستان و طالب هم باشه؟ خود خلیلزاد در 40 سال گذشته ارزیابی کنیم، خلیلزاد در تمام منازعه های افغانستان دخیل بوده. از زمانی که شوروی در داخل افغانستان شامل شد، حتی پیش از او خلیلزاد شامل بود در کل پروسه. زمانی که دولت موقت یا حکومت موقت در پاکستان ایجاد کرد در بین 7 گروه مجاهدین، و بعد از او که خروج شوروی بود، و بعد از او که همه تو بیاییم به ترتیب در زمان یک زمان طالبا که کمکواری امریکا و شوروی که روسیه فیلیست دور شده از وضعیت افغانستان، دیگه در 40 سال گذشته خلیلزاد دخیل بوده. ما اگر بیاییم این خود دیپلماسی خلیلزاد ارزیابی کنیم، گذشته شکرزیابی کنیم، ناکام بوده و در آین دام این فکر نکنم چنان ما به یک نتیجه مطلوب برسیم. علت چی است که دیپلماسی آقای خلیلزاد ناکام بوده؟ خلیلزاد یک خاصیت خاص داره که در انگلیسی وان من شو میگنش، که او میخواد که کل چیز به نفع خود تمام کنه و بگه که یعنی ما بودم، ما پالوان کل از این مسائل بودم و من این مسئله را حل کنم. اما در پروسه های صلح یک پروسه عادی نیست که یک نفر بتونه تمام مسائل کنترل و اداره کنه. یعنی میگین در چنین وضعیت بیشتر از یک سفیر در روند صلح افغانستان بر امریکا ضرورت است؟ یک سفیر ما هدف ما این نبود. یک سفیر از طریق امریکا درست است، اما باید تمام جوانب زیر دخل که در منازع افغانستان دخیل است باید شامل از این پروسه شود. ما قبلا هم براتون گفتم که باید کسایی که در داخل افغانستان از داخل نظام افغانستان از در سطح منطقه است و در سطح بین الملل باید در پروسه منازع افغانستان که صلح افغانستان دخیل شود. اول سفرهایی را که آقای خلیلزاد به کشورهای منطقه داشته و رایزنی هم داشته پیرامون صلح افغانستان، آیا نمیتونه که به نوع نماینگر از این باشه که امریکا با کشورهای منطقه هم پیرامون صلح افغانستان و حتی خروجش بحث و گفتگو میکنن؟ ببینین زمانی که اینا گفتگوها را میکنه، این گفتگوها را خود خلیلزاد هم که رفته در کشورهای منطقه یکی گفتگوست، یکی که به چی نتیجه میرسن این بسیار مهم است. زمانی که خلیلزاد میره در روسیه یا در چین میره یا در کشورهای همسایه در هند میره، پاکستان میره و بعضی کشورهای اروپایی میره که میخواد اینا رو کلش دخیل بسازه، یه گپ خوب است. اما که به چی نتیجه رسیده اینی بسیار مهم است. هر کشوری که در داخل منازع افغانستان دخیل است، او منافع خود سنجش میکنه. او در فکر از این است که امریکا چی میخواد، او در فکر از این است که ما منافع ما از کدام طریق تامین میشه، و حتی با صداقت خود امریکا هم اونا شک داره، کلی شک داره. اگر صداقت امریکا واقعا صداقت می داشت، خب گفت که ما از عراق برام می برایم، از سوریه می برایم. اما زمانی که این میگه که خود شورای یا مجلس عراق میگه برایم، میگه ما پیسه پایوای می خواهیم بتیم. پس داخل افغانستان هم اینمی صداقت بسیار مهم است. کشورهای همسایه هم اینمی را سنجش میکنه، گفتگو میکنه که امریکا. در چنین وضعیت ما شاهد ازی بودیم که آقای خلیلزاد سفرهای مختلف به کشورهای منطقه داشته، اما هیچ سفر و حتی گفتگوی با ایرانی ها پیرامون صلح افغانستان نداشتند. علت چی است که امریکا به نوع میخواهد که ایران در روند صلح افغانستان تاثیر نداشته باشه و حتی دخیل نباشه؟ چون تشنج بین ایران و امریکا وجود داره از سابق تاباله، و بعد از این که نظام شاهی از من دفعه نظام که فعلی است، نظام خمینی که به وجود آمد، تاباله که وجود داره، این تنش ها وجود داشت، سخت بود ایران شامل بسازه.
ایران در بعض موارد که امریکا این همکاری کرد، خصوصا زمانی که طالبا از بین میرفت و حکومت موقت داخل افغانستان به وجود آمد، ایران در اون زمان بسیار همکاری کرد. اما زمانی که بوش پس این حرکت های خود شروع کرد و به خاطر اسرائیل گفت که ایران یکی از اونم خط شیاطین است، باز این پروسه را این ایران خود گوشه ساخت و از داخل افغانستان از سال 2003 تا 2005-2006 هیچ عکس العمل نشان نداد. اما از 2006 به بعد چون فهمید که امریکا میخواهد به طور دوامدار داخل افغانستان بمانه، باز حرکت های دیگه خودش شروع کرد که حتی از طالبان حمایت کرد، ولی امروز هم مستقیما میگه که ما از داخل طالبان حمایت میکنیم. اما امریکا نمیتونه که کده ایران مستقیم بشینه چون این روابط دیپلماتیک نداره. در چنین وضعیت چگونه امریکا و حتی مردم افغانستان خوشبین به این باشن که طالبان میان در روند صلح میپیوندن؟ پروسه صلح باید از این خاطر یک منبع دیگه داشته باشد. امریکا خوب است یعنی به عنوان یک بازیگر دخیل داخل افغانستان باید حمایت خود از این پروسه داشته باشه و حمایت کنه، اما بازیگر اصلی باید دولت افغانستان باشه که داخل خود منطقه است و خود و ایران هم که ایران هم روابط داره، که پاکستان هم روابط داره، که چین هم، که روسیه و به شمول امریکا. اینو توی یک بازیگر باشه که تمام جوامع نه به زی دخل او شامل باشه. اما در وضعیت فعلی که خود در حکومت وحدت ملی رام اینا بسیار به شکل خاصش تضعیف ساخته، حال این اون توانایی خاص خود نداره که بتونه افغانستان به یک سال برسه. سیاست طالبان در یک سال اخیر چقدر مؤثر بوده بر این گروه و چی فکر میکنین با سیاست هایی که طالبان در پیش گرفتن و مخصوصا از یک سال گفتگاه سال در پیش میبرن، از سوی دیگر جنگ را تشنج میبخشن، میشه به اهداف خود برسن؟ تا یک اندازه خود دولت چی خود طالبان روی طالبا که است اهدافش خود به اهداف خود رسیدن و به موفقیت هم بوده. مثلا مثال های زیاد دارم، علی مثال عمدهش هم میتونیم بگیم آزادی انس آقانی بود و چند رهبر طالبا بود، شبکه آقانی بود و در مقابل استادای پایانتونه که رها کرد. پس طالبا تا بال خوب بازی کرده. شاید من هم میگم که طالبا کسایی که طالبا رو حمایت میکنن اونا رو تانسته به شکل خوبش بفهمانه که کدام کار رو بکنن کدام کار رو نکنن که به یک این اهداف خود برسن. تا بال طالبا به نحو موفق بودن. اما با این سیاست میشه که اونا برای امریکا رو قناعت به این بتن که توافقنامه رو با طالبا به امضا برسن و حتی خروج داشته باشه از افغانستان؟ توافقنامه خود مرحله خود رسیده بود که باید امضا شود و حتی میخواستم که اشرف غنی و یک گروه طالبان در امریکا بره و موافقت نامه را امضا کنند پیش از ماه سپتامبر. اما یک حادثه که ایجاد شد، و حادثه هم اصل موضوع نبود، اصل موضوع این بود که خلیلزاد کل مسائل را که داخل توافقنامه گنجانیده بود کاملا به نفع طالبان بود و هیچ گروه دیگر داخل از او شامل نبود. حتی امارت اسلامی افغانستان را قبول کرده بودند، دیگر مسائل دیگر. زمانی که او توافقنامه امضا میشد شاید بسیار به نفع طالبان می بود و از این خاطر این توافقنامه از بین رفت. اما پروسه‌ای که حال دوام داره، ما گفتم تا که تمام جوانب زیر دخل شامل نشه ما نمیتونیم به یک صلح دائمی برسیم. چی فکر میکنین با سیاستایی که آقای ترامپ در پیش گرفت و تا هنوز هم روند صلح افغانستان ادامه داره اما به نتیجه نرسیده، آیا احتمال از این وجود داره که آقای ترامپ به دور دوم در انتخابات ریاست جمهوری امریکا پیروز شود؟ در زمانی که همی جرقه را که گفتم که در عراق شروع کردم، خصوصا سلیمانی را از بین برد، این به نحو اونم افکار عامه خود میخواست و برای خود ذهنیت بده که برای من رای بده و امکان از این است که برش رای بده. اما حتی اگر او انتخاب هم شود که در مورد افغانستان چی تصمیم میگیره در نهایت، این بسیار سخت است. یک چیزی را که بسیار عمده است، ترامپ میخواهد که اون مصارفی که در سر تا سر جهان داره اون مصارف کم بسازه و اون مصارف در داخل خود امریکا مصرف کنه. از این خاطر شاید عسکرای خود داخل افغانستان بسیار کم بسازه اما کاملا خروج نکنه. سپاس از شما آقای سید جاوید حکیمی، آگاه روابط بین الملل. تشکر زنده. سپاس بیننده های عزیز که تا این دم بیننده برنامه ما بودین. با افغان باشین. شب شما بخیر.